ايه؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ملت بزرگ افغانستان قدر شناسی خود را ثابت ساختند، هم در مناسبتی که یکی از جوانان برومند این خانواده رخت سفر بست و همه را داغدار ساخت و همه حرمت گذاشتن، قدر کردن خانه مردم آباد. و در این مناسبت هم ملت قدرشناس ما، ملت بزرگ ما ادای تکلیف کردن و در مهربانیشان و در تسلیتشان، در غمشریکیشان سنگ تمام گذاشتن. و بیشتر از این صحبت نمی کنم. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلح تو ای تو سلطان سخن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. همه از خداییم و به سوی خدا باز خواهیم گشت. در بود حادثه‌ای که اتفاق افتاده، ما به عنوان مؤمن و مسلمان باورمند به مقدرات الهی هستیم و در برابر مقدرات الهی تسلیم هستیم، آنچه که از جانب پروردگار است. پدرم روز به خاک سپاری یما جان گفت که خدا داد بود و خدا گرفت و ما همه به امی باور هستیم که چیزی که از جانب خداست برگشت ناپذیر و در او به عنوان بنده های مؤمن خداوند هیچ نوع اعتراضی نداریم و راضی هستیم. اما
از اونجایی که در مورد یادسه قبلنم چیزی نوشته بوده و هموطنان ما، برادران ما، خواهران ما در سراسر دنیا سوالاتی داشتن، کوشش میکنم که در چند جمله توضیح بدیم از آنچه که اتفاق افتاده و بعداً برنامه را به پایان میرسانیم. آنچه که شهادت پدر مرا چگونگیش مرموز، مشکوک و سبب برانگیز ساخته است که پلیس آلمان 3 روز پس از ناپدید شدن پدرم جسدشان از فاصله نزدیکتر از 2 کیلومتری خانه ما پیدا کرد. نزدیکتر از 2 کیلومتر. آنچه که دولت آلمان برای ما گفته است که در طول این 3 روزی که پدرم ناپدید بوده با چرخبال، درون، تیم سگ‌های جستجوی و ردیابی، تیمی از ماموران اسب سوار و ده‌ها مامور پیاده پدرم را جستجو کرده. توجه داشته باشیم که ما در مورد یک کشور پیشرفته و مدرن مثل آلمان صحبت می‌کنیم و با دقتی که باید بهش توجه کنیم. آنچه که این مسئله را بیشتر پیچیده می‌سازه است که در روز دوم حادثه از ناپدید شدن پدرم تیم جستجوی سگ‌های ردیاب مسئولانش بر ما میگن که پدرم رد پایش در نزدیکی ایستگاه قطار که ایستگاه عمومی موترها نیست ردیابی شده که از یک نقطه دیگر رد پایش ناپدید میشه. در مورد دیگر یکی از همسایگان ما شهادت داده که پدرم را حوالی ساعت‌هایی که ناپدید میشه در مسیر کاملا خلاف اون جایی که پیدا شده در جاده عمومی در حال قدم زدن دیدم. ما در حال حاضر انجمن نویسندگان آلمان که انجمن قلم است که پدرم عضو نویسندگان در تبعید انجمن قلم آلمان است پرونده را برش وکیل گرفته و ما تمامی سوالات و مسائلی که در رابطه به این قضیه وجود داره توسط وکیل دنبال میکنیم. بر اساس روند کاری کشور آلمان باید ما برای یک مدت زمان صبور باشیم تا نتیجه تحقیقاتشان که شامل طب عدلی و مسائل کار پلیس است برای ما گفته شود که بعداً بتوانیم در روشنی از او به مردم ما وضاحت بیشتر بدیم. در حال حاضر گمان میکنم که در همین حد کافی باشه توضیحی که دادیم. قضیه نهادهای مسئول وعده همکاری دادن، انجمن نویسندگان و قلم آلمان در کنار ما ایستاده و گفته که تا روشن شدن این قضیه دنبال میکنن. ما خود ما هم چه پرونده شهادت یما جان و چه مسئله شهادت پدر ما تعهد میسپاریم که ثابت قدم بر دفاع از خونشان میستیم و این راه را ادامه میدیم. اما طوری که جناب استاد فرمودن ما از تک تک مردم شریف و سربلند افغانستان سپاسگزار هستیم که با غم شریکیشان، با بودن در کنار ما، با ایستادن در کنار ما این سنگینی مصیبت هایی که در این مدت 2 سال و 10 ماه بر خانواده ما آمده این سنگینی را بر شانه هایشان کشیدن با ما تقسیم کردند. ما هر قدر در مورد محبت و بزرگی که مردم افغانستان در حق خانواده ما داشته بگوییم کم است، اما در این مورد بسنده میکنیم که حضور هر یکی از شما را خیر مقدم میگیم. خداوند برای شما طول عمر صحت مندی نصیب بکنه، برای خانواده هایتان
طول عمر و صحت مندی نصیب بکنه و همه تان را در پناه خود داشته باشد. انشاءالله توسط شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های جمعی با روشن‌تر شدن ابعاد قضیه مسائل بیشتری که واضح شد و با مردم افغانستان در وقتش شریک خواهیم کرد. سپاسگزار محبت بیشمار شما عزیزان و سروران گرامی هستیم و ای که از جاهای بسیار دور، از فاصله های بسیار دور با این حس صمیمانه و برادرانه و خواهرانه در کنار ما قرار گرفتین، از شما سپاسگزار هستیم. بعد از اینجا برنامه طوری است که شما دعوت میکنیم به مسجد شریف که آدرسش قبلا توسط همکاران ما اعلام شده که راهنمایی میکنن، تشریف میبریم اونجا، نان است و بعدش نماز و مراسم فاتحه هم امروز انجام میشه و دلیلی که تمام مراسم در یک روز خلاصه ساختیم است که شرایط کاری و وضعیت هموطنان ما قابل درک است، نمیتونیم چندین روز همه را زحمت بدیم. برای ما منت بسیاری گذاشتین به خاطر بودن در کنار ما. خداوند برای شما طول عمر و صحت مندی نصیب کرده. دست بلند میکنیم و دعا میکنیم پروردگار بر از این خانواده صبر جمیل نصیب بگردان، با بردباری و تحفظ و اخلاق اسلامی که اونها روش داشتن، پروردگارا در میزان حسناتشان محسوب بگردان. پروردگارا این درجه شهادت که پدرشان داشته، پروردگارا تو در دربارت قبول مقبول بگردان. پروردگارا از خودت می طلبیم، تو ارحم الراحمین هستی، تو یکتا و بی همتا هستی، ارحم الراحمین هستی، رحمت تبرشان نشان بده. پروردگار روح پدرشان شاد داشته باش. نحن نقولو انا لله و انا الیه راجعون، الحکم لله.